وزارت خارجه قطر خبر داد که شیخ محمد عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه 25 مرداد در تماس تلفنی با علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکرات آتش‌بس در غزه گفتگو کرده است. به گزارش وبسایت وزارت خارجه قطر در این تماس تلفنی همچنین آخرین تحولات در نوار غزه و سرزمین‌های فلسطینی و نیز تنش‌های جاری در خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش حاکی از آن است که دو مقام قطری و ایرانی بر لزوم آرامش و کاهش تنش در این منطقه تاکید کردند. در همین حال رسانه‌ها گزارش دادند که نخست وزیر قطر که در عین حال وزیر امور خارجه این کشور است، پس از مذاکرات روز پنجشنبه با علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تلفنی گفتگو کرده و به او گفته است که تهران باید کاملاً این موضوع را در نظر بگیرد که آیا در حالی که پیشرفت‌های عمده‌ای در رسیدن به آتش بس به دست آمده است، آیا حمله به اسرائیل به صلاح تهران و یا حزب الله لبنان خواهد بود؟ شماری از کشورهای خاورمیانه همراه با ایالات متحده و اسرائیل بارها تهران را به دخالت در امور دیگر کشورهای این منطقه و نیز حمایت از گروه‌های نیابتی متهم کردند. در این حال علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه با تایید این گفتگو در حساب خود در شبکه ایکس اینگونه نوشت: در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در خصوص آخرین تحولات گفتگوهای مربوط به توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه بحث و تبادل نظر شد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با اشاره به نشست امروز مذاکرات مربوط به آتش بس به میزانی قطر نتایج این مرحله از مذاکرات را حساس توصیف کرد. بر لزوم تداوم تلاش‌های همه جانبه و اقدامات عملی از جمله فعالیت‌های دیپلماتیک برای توقف نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه تأکید کردم. دور تازه مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و به گفته وزارت خارجه قطر این مذاکرات روز جمعه نیز با حضور طرفین درگیری و میانجی‌های بین‌المللی ادامه خواهد یافت. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با تایید ادامه مذاکرات در روز جمعه گفت میانجیگران یعنی قطر، مصر و ایالات متحده تلاش می‌کنند با دستیابی قطعی به آتش‌بس آزادی گروگان‌ها و امکان ورود بیشتر کمک‌های بشردوستانه به غزه را تضمین کنند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز پنجشنبه 25 مرداد خبر داد که منوچهر فلاح زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت از دست کم 25 روز پیش در اعتصاب قضاست. به گزارش این سازمان آقای فلاح در اعتراض به بلا تکلیفی خود و طرح پرونده تازه علیه او روز اول مرداد اعتصاب قضای خود را آغاز کرد. بر اساس این گزارش منوچهر فلاح اهل شهر رشت توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مجموع به 22 ماه و 17 روز حبس تعزیری محکوم شده است. هنگاو به نقل از گزارش‌های رسیده نوشت شرایط جسمانی این زندانی سیاسی نگران کننده گزارش شده است و مسئولان زندان او را عامل اعتصاب قضای 5 زندانی دیگر می‌دانند و وی را تحت فشار قرار دادند. این گزارش حاکی از آن است که احمد درویش گفتار قاضی دادگاه با ارجاع دوباره پرونده به بازرسی در پی انتصاب اتهامات محاربه و بغی به منوچهر فلاح است. اتهام بغی میتواند مجازات اعدام یا احکام طولانی مدت حبس به دنبال داشته باشد. این قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت به وکیل منوچهر فلاح گفته است اتهام او محاربه یا بغی است. دادستان و دادسرا اشتباه کردند و اینک پرونده را به دادسرا عودت می‌دهم تا در یکی از این شقوق مجدداً تفهیم اتهام شود. همزمان 5 تن از همبندی‌های او به نام‌های عیسی چولاندیم، هومن طاهری، جمشید عزیزی، ساسان خانزاده و محمد میری در همراهی با منوچهر فلاح از روز یکشنبه 25 مرداد دست به اعتصاب قضا زدند. در این حال عزیز قاسمزاده فعال صنفی معلمان که به تازگی
و پس از ابتلا به سرطان از زندان آزاد شده است، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت که حال و روز او با توجه به مشکلات معدودی که از قبل داشت چندان مساعد نیست. این فعال صنفی معلمان و زندانی سابق با اشاره به روند دادرسی ناعادلانه منوچهر فلاح افزود در شهریور 1402 برای فلاح وثیقه 400 میلیونی صادر شد. این وثیقه تأمین شد و مراحل قانونی آن برای آزادی منوچهر فلاح انجام شد و حتی دربند برای او جشن آزادی گرفته شد، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و از آزادی او ممانعت به عمل آمد. او اضافه کرد این روزها همزمان با اعتصاب او وثیقه‌اش را به ناگهان به 5 میلیارد افزایش دادند. انتظار می رفت بعد از ماه‌ها بلا تکلیفی روند امور با گشایش جلو می رفت، اما گره‌ها برای منوچهر فلاح بیشتر و بیشتر شده است. منوچهر فلاح در تیر ماه سال گذشته به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در فرودگاه رشت بازداشت و پس از مدتی به بند میثاق زندان لاکان این شهر منتقل شد. او در آذر ماه سال گذشته از سوی شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 1 سال و 3 ماه و 1 روز حبس و به اتهام تبلیغ علیه حکومت به 7 ماه و 16 روز زندان محکوم شد. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه 26 مرداد به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان نوشت که این گروه قصد دارد اقدامات تلافی جویانه خود به خاطر کشته شدن یکی از فرماندهان خود به دست نیروهای اسرائیلی را به دلیل مذاکرات آتش بس و آزادی گروگانها در پایتخت قطر به تأخیر بیندازد. این منبع که به نوشته واشنگتن پست روابط نزدیکی با حزب الله لبنان دارد به این روزنامه گفت حزب الله عملیات تلافی جویانه خود را در جریان مذاکرات قطر آغاز نخواهد کرد، زیرا نمی‌خواهد برای ممانعت در مذاکرات یا توافق احتمالی مسئول شناخته شود. او که خواست نامش فاش نشود افسود برای گرفتن انتقام میتوان منتظر بود، زیرا فوری یا محدود به زمان نیست. دور تازه مذاکرات برای برقراری آتش بس در نوار غزه روز پنجشنبه 25 مرداد در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و بنابر اعلام وزارت خارجه قطر روز جمعه نیز با حضور طرفین درگیری و میانجی‌های بین‌المللی ادامه خواهد یافت. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر با تایید ادامه مذاکرات در روز جمعه گفت میانجیگران قطر، مصر و ایالات متحده همچنان تلاش می‌کنند با دستیابی قطعی به آتش بس، آزادی گروگان‌ها و امکان ورود بیشتر کمک‌های بشردوستانه به غزه را تضمین کنند. تازه مذاکرات برای برقراری آتش بس در نوار غزه روز پنجشنبه 25 مرداد در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و بنابر اعلام وزارت امور خارجه قطر این مذاکرات در روز جمعه نیز با حضور طرفین درگیری و میانجی‌های بین‌المللی ادامه خواهد یافت. در حالی نمایندگان کشورهای درگیر در مذاکرات آتش بس غزه روز جمعه در دوحه برای دومین روز متوالی با یکدیگر دیدار می‌کنند که یک مقام آمریکایی آگاه از مذاکرات نتایج گفتگوهای روز اول را سازنده توصیف کرده است. دور تازه مذاکرات آتش بس غزه در غیاب نمایندگان گروه افراطی حماس که کشورهای غربی آن را تروریستی می‌دانند انجام می‌گیرد، اما حماس اعلام کرده که آماده بحث بر سر پیشنهاداتی است که میانجی‌ها مطرح می‌کنند. سه کشور ایالات متحده، قطر و مصر میانجی این مذاکرات هستند و کاخ سفید تاکید کرده که مذاکرات علارغم غیبت نمایندگان حماس طبق برنامه پیش خواهد رفت. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه 25 مرداد به خبرنگاران گفت این مذاکرات حیاتی است، موانع باقی مانده می توانند از میان برداشته شوند و ما باید این فرایند را به انجام برسانیم. یک مقام آمریکایی مطلع از این مذاکرات به شرط عدم انتشار نام خود در گفتگویی با خبرگزاری رویترز مذاکرات روز پنجشنبه را سازنده خواند. همچنین دوحه نیز تاکید کرد که طرف‌های مذاکرات مصمم به دستیابی بر سر توافقی برای آتش بس در غزه هستند.
ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در پایان روز نخست مذاکرات با اشاره به تلاش‌های دوحه به همراه مصر و ایالات متحده گفت میانجی‌ها مصمم به دستیابی به توافقی برای آتش‌بس در نوار غزه هستند که طی آن گروگان‌ها آزاد شوند و کمک‌های بشردوستانه بیشتری به غزه وارد شود. این مقام وزارت خارجه قطر با اشاره به بیانیه هفته گذشته رهبران سه کشور میانجی خواستار پایان دادن به رنج‌های طولانی مدت ساکنان نوار غزه و گروگان‌ها و خانواده‌های آنها شد و بر انعقاد توافق بر اساس موارد مطرح شده از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید تاکید کرد. طرح پیشنهادی جو بایدن سه مرحله است که مرحله نخست شامل آتش‌بس کامل به مدت 6 هفته می شود. در این مرحله همچنین نیروهای اسرائیلی از تمام مناطق پرجمعیت غزه عقب نشینی می کنند و حماس نیز شماری از گروگان‌هایی را که در حمله 7 اکتبر ربوده بوده است شامل زنان، سالخوردگان و مجروحان آزاد می کند. در مرحله دوم که آن هم 6 هفته به طول خواهد انجامید، نیروهای اسرائیلی به طور کامل از نوار غزه عقب نشینی می کنند و حماس همه گروگان‌های باقی مانده زنده را آزاد خواهد کرد. بایدن گفته است که اگر طرفین به این توافق ملزم بمانند، آنگاه توقف دائم درگیری‌ها را خواهیم داشت و پس از آن نیز مرحله سوم آغاز می شود که شامل بازسازی غزه و برقراری ثبات در این منطقه تحت حمایت ایالات متحده و جامعه بین المللی است. حماس میگوید این گروه تنها مایل به مذاکره بر سر موضوعاتی است که در طرح آتش‌بس آمریکا اشاره شده و حاضر به مذاکره بر سر موضوعاتی فراتر از آن نیست. حسام بدران عضو دفتر سیاسی حماس روز پنجشنبه گفت هر مذاکره‌ای باید بر اساس برنامه‌ای روشن برای اجرای توافق‌های قبلی انجام شود و هر توافقی نیز باید به آتش‌بس کامل، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه، بازگشت گروگان‌ها، بازگشت آوارگان فلسطینی و مبادله گروگان‌ها منجر شود. منابع دیپلماتیک مطلع میگویند میانجی‌ها قرار است پس از این مذاکرات نتایج را به اطلاع نمایندگان حماس که در دوحه به سر می‌برند برسانند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه 25 مرداد در مصاحبه ویدئویی با وبسایت پولیتیکو گفت آمریکا اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد حمله ایران به اسرائیل می‌تواند بدون هشدار و یا با کمترین هشدار انجام گیرد. به گفته این مقام آمریکایی این حمله به احتمال زیاد در روزهای آینده انجام خواهد گرفت. او تاکید کرد که برای حمله قریب الوقوع ایران باید آماده بود. او همچنین افزود که نمیتواند با اطمینان بگوید که ایران تصمیمی برای تغییر نظر خود در مورد حمله به اسرائیل گرفته است یا اینکه حمله چگونه و چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. به گفته کربی جمهوری اسلامی برای این حمله اکنون آماده سازی کرده است. کاخ سفید و همچنین اسرائیل در روزهای گذشته بارها حمله احتمالی ایران را قریب الوقوع خواندند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در اوایل هفته جاری اظهار داشت که اگر آتش‌بسی بین اسرائیل و حماس برقرار شود انتظار دارد که ایران از حمله خودداری کند. مذاکرات بر سر آتش‌بس و آزادسازی گروگان‌ها روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد و اکنون به دومین روز کشیده شده است. کاخ سفید تاکید کرده است که همه طرف‌ها باید در مذاکرات آتش‌بس در دوحه شرکت کنند تا به توافق دست یابند و از اسرائیل و حماس خواسته شده که برای پیشرفت در مذاکرات روزهای آینده به توافق برسند. از یک طرف امید و خوشبینی برای رسیدن به یک توافق و پایان دادن به جنگ غزه از بین نرفته، اما از طرف دیگر نگرانی ها درباره حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل همچنان وجود دارد. به گفته مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی تهدید خود برای حمله به اسرائیل را کنار نگذاشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه دیگر با شبکه CNN اظهار داشت که اطلاعات موجود نشان می‌دهد ایران همچنان به تهدید خود پایبند است و این احتمال وجود دارد که حمله از طریق نیروهای نیابتی انجام شود. جان کربی افزود که ایالات متحده وضعیت را به دقت زیر نظر دارد اما امیدوار است که اوضاع به این مرحله نرسد.
آمریکا بارها از آمادگی خود برای دفاع از اسرائیل خبر داده است. این کشور در آستانه تقویت دفاع از اسرائیل هواپیماها و ناوهای جنگی به خاورمیانه اعزام کرده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دستور انتقال زیردریایی هسته‌ای USS جورجیا و ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن و کشتی‌های همراه آن را نیز به منطقه خاورمیانه صادر کرده است. ارتش آمریکا در روزهای گذشته بیشترین تجهیزات نظامی و نیرو را در نقاط مختلف منطقه مستقر کرد تا به اسرائیل در برابر حملات احتمالی ایران و حزب الله کمک کند. آرایش میدانی آمریکا بزرگترین تجمع نظامیان آمریکا در منطقه پس از خروج آنها از عراق در سالهای گذشته به شمار می آید. اسرائیل نیز برای دفع حمله احتمالی موشکی و پهپادی ایران و پاسخی قوی به این حملات اعلام آمادگی کرده است. با این وجود حماس روز 24 مرداد اعلام کرد که در دور جدید مذاکرات مربوط به آتش بس در غزه که روز پنجشنبه در قطر آغاز شد شرکت نخواهد کرد. حماس با ابراز تردید در مورد موفقیت این دور از مذاکرات اسرائیل را مسئول مانع تراشی و جلوگیری از دستیابی به توافق می داند. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می گوید یحیی سنوار رهبر جدید گروه حماس مانع اصلی توافق است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه 25 مرداد از پیشروی ارتش این کشور در منطقه کورسک و کنترل کامل شهر سودجا در این منطقه خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس آقای زلنسکی گفت که اوکراین در حال ایجاد یک دفتر فرماندهی نظامی در این شهر است. این خبرگزاری با اشاره به این سخنان نوشت ممکن است اوکراین اهداف بلند مدتی برای ماندن در این شهر و همچنین منطقه کورسک داشته باشد. رئیس جمهوری اوکراین توضیح بیشتری درباره وظایف دفتر نداد. اگرچه اوایل این هفته گفته بود که اوکراین کمک‌های بشردوستانه را بین ساکنان سودجا توزیع خواهد کرد. سودجا مرکز اداری منطقه مرزی کورسک روسیه است. روسیه بلافاصله به ادعاهای زلنسکی واکنش نشان نداد، اما وزارت دفاع این کشور اوایل روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه تلاش‌های اوکراین برای تصرف چند منطقه دیگر را مسدود کردند. حمله غافلگیرکننده اوکراین به منطقه کورسک روسیه با دستاوردهای قابل توجهی همراه بود و نیروهای اوکراینی پس از عبور از مرز موفق به پیشروی در مناطقی از آن کشور شدند. با این همه خبرگزاری رویترز در این مورد نوشت که با گذشت بیش از یک هفته از این حمله برق‌آسا اوکراین اکنون برای حفظ موقعیت و تثبیت مواضعش در داخل خاک روسیه با چالش‌هایی مواجه است. بر اساس این گزارش حمله به کورسک بزرگترین عملیات ارتش اوکراین از هنگام تهاجم نظامی روسیه به این کشور در اسفند سال 1400 است و سربازان اوکراینی با تصرف شهرهایی در مناطق غربی روسیه برای نخستین بار ابتکار عمل در میدان نبرد را به دست گرفتند. مقامات اوکراینی روز چهارشنبه 24 مرداد اعلام کردند که از مناطق تسخیر شده در خاک روسیه به عنوان منطقه حائل برای محافظت از مرزهای شمالی اوکراین در برابر حملات مسکو استفاده خواهند کرد.